اومدم سر وقت آلبوم های تتلو، تمام آهنگا و آلبوم هاشو بررسی کنیم. چند تا آلبوم داده، تو هر آلبوم چند تا ترک بوده، چه ترک هایی داده، چقدر ویو فلان این داستان ها. برو برگرد بیا. درود، پدرامیتا هستم، خیلی خوش اومدی به کانال من. مرسی که حمایتم میکنی، لایک میکنی، سابسکرایب میکنی. مرسی از تتلیتیا، مرسی از پدیارا، با عشقا و با صفا و کار درستا. بریم داشته باشیم آلبوم های تتلو رو. Let's go. ببین میگه سابسکرایب تو چنل پدرامیتا لطفا. مرسی از خوشی بابت این ویدیویی که گردآوری کرده. زنگوله رو بزنیم. زیر همکف سال 1399 تا ترک داشته این آلبوم. خب میریم ترک دومش. با ببی خالی دستم، خالی دستم. به به، تحریران نامبر وان. میرسیم سال 1392، 16 تا ترک داشته آلبوم تتلیتی. 16 تا ترک تو یه سال بسی تو. دمت گرم بابا. حالا سلام، نمیتونم از فکر ترام. من عاشق این آهنگشم، حفظم این آهنگو. هنوزم مثل قبلنا، هنوز مثل نفسی برام. اون قدیما ترکایی که میداد خیلی پاپ بود. الان نه اینکه آهنگای جدیدشم بد باشه، ولی خب اون موقع خیلی پاپ بود و اکثریت باهاش حال میکردن. ترکای جدیدش خب خیلی باهاش حال نمیکنن. الو سلام، کی از پشت لباس تو میبنده؟ این ترکش خیلی بولد شده بود. این برنامه که اولین ترک آوانگاردی بود که مثلا کی اپ پشت لباس تو میبنده و فلان اینا، خیلی سیکسی بود. آقا سوتیان دیگه، اپ پشت لباس رو میبندن، سوتیان رو میبندن دیگه. خیلی باحال بود، سر صدا کرد این آهنگ. با همه خوش لباس تو میخنده. خب آلبوم تتلیتی هم 16 تا ترک داشت گفتیم. من خوابم نمیبره، خاموشی بگی میخوابم. اسم این آهنگش اگه میدونید بنویسید که ریاکشن بریم. البته اینو شنیدم، ولی خب باز دوست دارم ریاکشنش هم برم. میرسیم آلبوم من سال 1393، 16 تا ترک. اینم ترکاشه. 16 تا ترک تو یه سال تو چجوری بسی؟ در صورتی که سال 92 16 تا ترک بسته بودی، تو 93 16 تا ترک چجوری یه آهنگ میدی آقه؟ آرامش و حالا که دل من با حات شکر. این آهنگ با تاشو خیلی گوش میدادیم. نمیدونم رستا که حلاجا بشناسید یا نه، رستا که حلاجا خیلی با این آهنگ حال میکرد، خیلی گوش میدادیم با هم دیگه. با تو انگارم چی آماده شد، نمیخواد که بگیری آمارشو. تنظیم خیلی خوبی هم داشت که تنظیمشو چیز زده بود، امیر دیوا زده بود. بذار تو حال خودم باشم، نمیخوام رویاهای تو ازم. ببین چه بیسی نوشته. اوه اوه اوه، اصلا دیوونه میکنه این بیس آدم. قشنگی صورت با 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 تو به خنده هاشم، به خنده هاشم. میرسیم آلبوم بعدی تو سال 94، 9 تا ترک. سال قبل 16 تا ترک، 94 9 تا ترک. نمبر 6، نمبر 6، شماره 6. فرق دستامو با بقیه گفت، با من دنیا تو نصفش کن. چقدر خوب داشت صدا میداد. دنیای من تو این نصفشون، حسش کن عشق و دل تو مثلش کن. این آهنگشو گوش ندادم، نمیدونم اسم آهنگش چیه، اگر میدونید اینم بنویسید. نمیذاریم کسی بیاد تو غیرمون، نمیذاریم که کسی کنه حیفمون. الان میفهمم که از این آلبوم من هیچ ترکی رو گوش ندادم، نمبر 6ش هم گوش ندادم، یعنی این آهنگ گوش ندادم اصلا. فکر کنم باید به همش ریاکشن برم گویا. بعد زمستون میرسیم به عیدمون. میرسیم به آلبوم بعدی ممنوع، سال 1394، 7 تا ترک داره. چقدرم کاوراش باحاله.
اون موقع صورتش هنوز تتوماتو نداشت و موها بلند و به من چهان بگو خودم چه مرگمه بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بذارم. این آهنگم نشنیدم من، چقدر آهنگ داره که من نشنیدم، وای. نمیشه آزادی یه بدتر از این دیدن صورتی که داست مایه ننگ تن بود. مایه ننگ بود ممنون، مایه تن بود چی گفت؟ ممنون اون که دو رنگه و پرغده و کم بود. استاد قافیه بندیه، قافیهاش بهترینه توی مارکت ایرانی، خیلی قافیه بندی خوبی داره. خب میرسیم سال 95، باز 9 تا ترک داده، در صورتی که سال قبلش کلی آهنگ 70 داده بود، الان 9 تا. تو چجوری انقدر آهنگ میدی؟ آدم حسودیش میشه. نمبر 7، شماره 7. دلت گرفته حق داری نه، مثل خودم بد دادی رد، منم شاد نیستم هر جا میرم، شب بیدار و فردا اینم، بار اومدم مرد و بیرگ. اسم یه آهنگرم نمیدونم، اگر میدونی زحمتشو بکشید. بعدش میاد از شهرداری سگ، گربه رو سنگ میزنن، عکسشو هم میکنم واسه. بعدش میاد شهرداری از سگ، وقتی که اینجا میپرسن چی شد از ایران اومدی بیرون، چرا اومدید، کسی که میپرسن یک چیز براشون میگم دهنشون بسته میشه، میگم که توی ایران شما سگا رو اگر بکشی جسدشو تحویل دولت بدی بهت پول میدن. دروغ نیست ها، شما خیلی ها اینجوری هستن، اصلا شغلشون اینه، میرن سگ میکشن جسدشو تحویل شهرداری میدن پول میگیرن بابتش. اینو که میگم اصلا دروغ میگی، نه به خدا دروغ نمیگم، همینه. چرا باید این کار، کی میکشه او انقدر هستن؟ هم روی هم بازی تک انگا تنها میشن، درد و بیمنتی یا میان رنگ و میرن مردم رو مرد. بعد میگن چرا تو با این جمهوری اسلامی مخالفی، هر جاشو نگاه میکنی یه گوهی میزنه بالا. رو میرن سنگین بر میدارم، بعد با میرن بعد با میرن بعد جو میرن زور میگن تو سر جا دیدم حرف و بیرب معلوم نیستم با کیم. همه همون موقعش هم اجتماعی کار میکردیم بچه. منم با ندار. خب میرسیم به آلبوم امیر به اسم خودشه، سال 1396 و 9 تا ترک بوده. کامره چقدر بانمکه. همه غم و تو میخرم، بحثی اصلا ندار، ما دوتا کنار هم همیشه برقراری. 6-8 جذابی بود. کدوم ترکشه این؟ هیچ کدوم از این آهنگا رو گوش ندادم. خیلی آهنگه که من باید ریاکشن برم، میدونم دونه دونه دارم میرم دیگه. ما دو تا برای هم نمیشه رگ نذاری. نمیشه رگ نذاری، میشه رگ نذاشت. نسبت به جملات عشقولانه چندشم اینجوری میشم. خب بریم ترک بعدیش. حواس بود من باس می شدم هر از سود، تو را پر شیرینی و روشون پر مگس بود. هر از پر شیرینی و روشون پر، تو را پر از قفس بود، آب خون دل و نفس دود، فریاد می زد غم از تو من. کامره رو خیلی هستم، مینیون ها بودن فکر کنم. آره پروازین پرستو که دستان بلند کردن. خب آلبوم بعدی اسمش قهرمان، سال 1396 داده. اینم 90 قبلی هم 96 بود فکر کنم، تو یه سال دو تا آلبوم بستی تو. او تو این آلبوم رضا پیشرام هست، آهنگ چراش. چراشو گوش ندادم. غریبه ها چشماتو فهمیدن تو چه ریتمی بسته واسش، پر شدن از خنده هات اخماتو پس میدن. اونجا اوج مالشش برای نظام بوده. ببین پرچم ایران تو سه تا از ترکاش هست، تو سه تا از ترکاش پرچم الله هر زده مخلصیم چون مادرتون به من مجوز بدید. تو همون سال بود که خیلی دیگه ترک حرفایی میزن، مثلا نماز بخونید، حالا نماز خوندنش رو کار نداریم اعتقادیه، ولی خیلی سنگ خامنه ای رو به سینه میزد. نمیتونم جلو تیم بحث رو بازش کنم، نمیتونم با غم تنهایی سازش. وا
ولی این آهنگش یکی از ماندگارهای تاریخ موسیقی. نه دیری رمده بیدون بهونش کنم، نه براری برارا، خیلی ملودیش. نه غرور اجازه میده که به تو خواهد کنم، ولی من دلم پر میزنه موهاتو نبا. حتی این آهنگش رو فکر میکنم یه خواننده ترک هم کاور کرده. رفتنه. خب میرسیم سایه. آلبوم سایه که تو سال 1397 جمع شد و 9 تا ترک داشت. بیریشه ها. او چقدر هم دارک بوده. اینجا هم باز هنوز پرچم ایران، من از این عشق فلان مینا، داستان و این حرفا. مثل یه کابوس رفتنه، تو بغل یکی دیگه کردنت. تو بغل یکی دیگه کردنت. چرا باید تو بغل یکی دیگه بکنیش؟ آها، کردنش تو بغل یکی دیگه، دادنش به بغل یکی دیگه فکر کنم اینه. چه و حالا ول کردنت. سه گل بودی قبلا، پش مرده ای امروز. مثل کس بودی قبلا، چقدر بومیدی تو امروز. آخه بی معرفت تو واسه من پر بودی مرا، مگه چی شد تو این یک روز؟ واقعا چی شد؟ اوه اوه، و سال 1397 که خروج از کشور زده و آلبوم اسمش جهنم و قرمز و رادیکال و آوانگارد و پاریاتان، دیگه از اینجا به بعد دیگه تتلو ترکید. ببین توی محیط آزاد که دیگه راحت میتونه هر آهنگی بخونه، ببین چقدر دستش باز بود و چقدر پیشرفت کرد. قبلش هم طرفدار داشت، ولی بعدش یهو ترکید، اصلا دیگه هیولا شد. این آزادی. میگن که اگر بین عدالت و آزادی بخوام یه دونه رو انتخاب کنم، آزادی انتخاب میکنم که بتونم آزادانه به بی‌عدالتی اعتراض کنم. وقتی که آزادی نباشه تو نمیتونی به بی‌عدالتی شکایت کنی، نمیتونی آهنگ درست بدی، نه اقتصاد، همه همه چی به گاه میره. یکی جلو بیا گردن تو به چرخون، دستات بیاد پایین و آقدایی رو برسون. اونجا تازه میگفت آقدایی، هنوز یخش ما نشده بوده یکونه تو به درزون. یه شب 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 تیره، انگارو زنت میره، دل از ننه بابا از رفت. این آهنگش هم آهنگ خوبی بود، نمیدونم اسمش چیه، خیلی دوست دارم اینم ریاکشن برم. حتی از وطن تیره دل بر بد شده پا. هیچ وقت آدم دلش از وطن سیر نمیشه، هیچ وقت. من که اینجوری هم، حالا میگن شاید بگید چرا پس رفتی. خب شرایط ما هم شرایطی بود سخت، گروه زردی یواش کار میکردیم، ترکیده بود، گیر میدادن، اذیت بود، پلیس امنیت میخواسته فلان، خیلی اذیت بودیم، گفتیم بزنیم بریم. صدامم خشو که داره بگو چی شد. خب بعد از جهنم میرسیم به برزخ که مرز بین بهشت و جهنمه. تو سال 1398 16 تا ترک داشته. اینم عکس ترکاش. اینطور شد پر حرفم پر تنه، بگو چه جوری شدی، چرا تازگی و حتی لباتم دیگه بدتن. این عکس شیره چرا اینقدر بد کشیده شده؟ تنها سخش این دیگه بگاهش اینجا اگر دقت کنین از جهنم به بعد دیگه کاورا و آلبوم یک ساختار منظمی داشت که به همدیگه پیوست بود، یعنی سریالی بود، به همدیگه ربط داشت، چه لحاظ کاور چه لحاظ موزیک، و انسجام بهتری داشت ترکاش نسبت به آلبومهای قبلی. از جهنم به بعد به نظرم اوج تتلو از جهنم به بعد بود. تیره بود شده تیره تر، چشا خیره بود شده خیره تر، یه وحشی خیره سر خیره خر. آها، اولین فوشو من اینجا شن، یعنی میشه گفت اینجا تو این آلبوم شروع کرد فوش نشدم. تو جهنم هم فوش داده بود. آها، اینو شما باید بگید. تو جهنم فوش داشتیم اصلا، تو آهنگ جهنم هم داشتیم. آره فوش هست. چپ بیدار بنچر گل، زور پا میشم عجله تو، روزگار لجنه گو دیگه وقت ته لجنه. و بعد از اون میرسیم سال 1398 و 99، 25 تا ترک توی آلبوم. یعنی نداریم کسی که 25 تا ترک داشته باشه آلبومش. اسم آلبومش هم 78 بود که من یادم ریاکشن میرفتم گفتم آقا این گونیا پرگاره، بچه هم گفتن نه
این هفته این هشت آگونیا پرگاره به خدا که خودش هم اعتراف کرد. پر مستر لوده هر کی یه جور دپرس شده، هر کی جزیر قصه، هر کی یه جور حسش مرده. مستر لودش هم خیلی خوبه. بچه ها میخوام مامانمو بیارم ریاکشن بریم به ترک خانم وزیری و مستر لودو اینا که پشت بوده، ببینیم ریاکشن مامانم چیه نسبت به این ترک ها. فکر کنم پروش بریزه. فیس تخمی آمار گوهی چیریه این کارای توی چه تیکه انداخت به توی، ولی بعد با هم اوکی شدن. دوست داری من نه نه تو بگم، ولی داشت شاقم لیاقت مامان تو نی نه. طبیعت سر لجورد داشته با من نمیاد ایش که حد فاش بکارم، اصلا هم نمیخوام به عقب برم. آه چه بیت خوبیه، این کدوم ترکه؟ خیلی باله. از خونمون میاد فقط درداش به یادم. خیلی آهنگ خوبی بود. خب میرسیم به آهنگش، به آلبوم شیطان که سال 1400 داده و 9 تا ترک داشت آلبوم شیطان. اگر میخواست خیلی خوب بشه به نظرم اگر من بودم 8 میبستم که عددش هم با شیطان و فلان اینا اوکی بشه، ولی خب حالا 9 تا ترک داره، پرچم ایران هم داره و اوه اللهش که قشنگ جمهوری اسلامی کرد تو گو در آورد. کم باشم اما همیشه‌ام، ببین همیشه‌ام، همیشه‌ام، برمیگردی بازم پیش من، برمیگردی بازم پیش من. بعد کاری که کرده اسم آهنگو شیطان گذاشته، آرم وسط و الله گذاشته. یعنی اینجا حرفشو توی آلبوم، توی کاور آلبوم هم گفته که شیطان کیه. فکرم تو با پریشب، دل من هوا تو کرده، کی برام تو میشه لعنتی، رو کی تقاسه دل منو پس میده. خب بذار تو حال تو حال خودم باشم ایش که عالی. آها تو حال خودم باشم دو. دل من هوا تو کرده، هر جا میرم میبینم سیر تو، بی تو این دیوونه. میرسیم به آلبوم فرشته سال 1399 و 1400، 12 تا ترک بسته توی این آلبوم. هم قبلی هم 1400 نبود چطور؟ اینجا فکر کنم یه اختلالی، یه اشتباهی پیش اومده. فکر کنم کلا تو 1400 بسته این آلبومو، نمیدونم. ولی میدونم خوشی خودش تتلیتی این اطلاعاتی که داده قطعا درسته. اگر اشتباهی توی اطلاعات میبینید توی کامنت ها بنویسید که آقا اینجا ایراد داره. تو در آرش که منم تون تون، تو که با همه به جز من مهربونی. آها اینجا این پرچمش رو کم کم شروع کرد اعلام کردن که این پرچم منه، باز خودش پرچم داد. فکر میکنم تا قبلش پرچم نداشت. یکم تو بغلت این تنه خوابش کن، تو که بخوای میتونی. البته شاید هم قبلش پرچم داشته، اینجا پرچمش رو توی آلبوم اعمال کرده، اینم میتونه باشه. من اومدم بگم برم، با اینکه خیلی خواستم بگم بدم، جنس من بد جوری نابجر میخوری بهت یکم بدم. کاش به ما میرسید این جنسی که میگفت. بعد ببین چقدر آلبوم، عکسای آلبوم با همدیگه هماهنگی داره و کلیتش یک منظوری رو میرسونه. خیلی خوبه. خدات باشه زیرم بری، از خدات باشه کسگیری به درد نخور. پاپیت میشینم که موزیک ازم حامله، بچه من چنه نمیخوام اگه یه جوری پاپیت میشینم که موزیک از من حامله شه. واقعا هم همینطوره. قراره به گابرشه این جنمه یاد داده اینجا کسخل هرکی بابا بشه. خیلی ایراد میگیره به این موضوع که هر کسی که بچه دار میشه کار اشتباهی میکنه، ولی الان به اون نتیجه رسیده که قادم میخوام زن بگیرم بچه دار بشم، تغییر کرده. خب رسیدیم به آلبوم سهم 1400 که کاوراشو اصلا نبودم من. خیلی کاوراش با موبایل گرفته شده، اصلا خیلی کاور که کاورای خوبی نداشت. یه جوری بود دیگه، قبول کنید. اونجا که رسیدم این بالا پای پیاده، پای پیاده، از اونجا که تو را پاره شدیم خوب این لاپا خای زیاده. انقدر خایه داشت که برگرده ایران و پای تمام داستانه و بدبختیاش واسه. آفرین. من که مال پرواز نبودم، خب چرا باقوا کردی، چرا قبلا تو خوب بودی. تو این آلبوم هم این ترکش از همه بیشتر به دل من نشست. ولی حالا با هم سردی، تو که دم از مرد میزدی، چرا انقدر نامردی، نامردی،
هی فضا رو چرچون کرد. خب رسیدیم به بحت 1401 که 9 تا ترک داشت. این سفیده تعداد ترک های آلبومه. خب اینجا دیگه به این میگن کاور، کاورهای خوب که توی این آلبوم هم فکر کنم همکاری داشت. اینجا اتحاد بود دیگه، توی دوران اتحادشون بودن. حالا وای ساشم و کامل تم چرکیتو بکش، یه گالون بنزین و ریختی خواهی داشته باشو که بریتو بکش، بریتو بکش. یالا اوش یالا. حالا که تمتونم و خواستی بیاد درست بکشی. اوه صدای حبابارش نمیدونی خیلی خوب بود. حالا که شیطانو خواستی دور من، شیطان من همه ابلیس و یه چشم. آره من همه ابلیس و یه چشم. این مال ایلومیناتی و فلان اینا که آرمشون یه چشمه، شیطان پرسته و این داستان. جهنمم چون نداره دیسکو بهش. بارمون اهل جهنمم چون بهش نداره دیسکو. حلقم بست سنگا جا غذا داره امیر پایین، با زبون سرخ و سر و بادنگ ما شاعر مگو شمشیر رای. اینجا دیدم که این عکسی که این گوشه گذاشته عکسیه که توی دادگاه بوده. بازم و جیرون سیا روسیا جلو همشیره، بازم به جای رسید بگم همه از دم کیره مایی. هرچی میره جلوتر وحشی‌تر میشد. آلبومی که بعد از آزادیش میبنده خیلی شنیدنیه، خیلی مشتاقم ببینم چی میگه تو اون آلبوم. خب میرسیم به کوسموس. کازموس در تلفظ درستش کازموسه ولی خب کوسموس میگن. سال 1401 و 402 12 تا ترک جمع کرد تو 2 سال. لحظه دست از این فکر که من ایران با اون بردار. تو این آلبوم از نوازنده هایی که پیشش تمرین میکردن استفاده بهینه کرد و واقعا هم نوازنده هاش خوب کار کرد. من بالو بر که بدی برات میرم تا رو ابرا، میرم تو ابرا. خیلی باید وقت بذاری تمام تحریراشو کپی کنی، خوانندگی از صفر میاد رو 10. برو اتا دلم میخواد بزنم تابلوهای قاشی تو پاره کنم. من دوست دارم کونتو پاره کنم. تابلوهای نقاشی فاینه داره، باید بزنی کونه طرف رو پاره کنی. پر از کس ننت بودنم به جای قربون صدقه. این آهنگشو نشنم، این کدوم آهنگشو خیلی خفنه. این آهنگاشو پیشنهاد بدید ریاکشن بریم بابا، یه قول حال کنیم. هر بار رفتی من صد بار شکستم. اصلا این ترک ها رو گوش ندادم کوسموس. این ترک نمیدونم اسمش چی، خیلی ترک بمبی هم هست. چه جوری زنده هستم هستم نوازشی نمونده. فکر کنم اون تایمی بود که من باز تتلو زاویه پیدا کرده بودم ریاکشن نرفتم فکر میکنم. زن بفاز دستم توی فرمانده بیرحم و من سرباز خستم. توی فرمانده بیرحم و من سرباز خسته. خب یین یانگ سال 1402 15 تا ترک داشت. واسه خودش فله حیف شد برگشت ایران، چون دیگه از این لفظا تو آهنگاش نخواهیم شنید. من یعنی که جمهوری اسلامی عوض شه باز از این کارو بشنویم. با تو خند خوش در ترک بعدی. نشون نشد بر رفتن اما دائما در حال سر رفتن تنها. این آلبوم آخرش بود دیگه، معلومه حالش خوب نبود دیگه. سال آخریه دیگه واقعا بیتاب وطن بود و میدونی فقط میخواست یه ترکی بده. آخر سرم دید ترک نرک حال نمیده، برگردم ایران با گزخارش. وقتی سازه قشنگ سخت ازم غم حتی همه خط خطی یا که در. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. اینم از این آلبوم های تتلو از اول تا آخر رو هم دیگه چک کردیم. قبل از اونم خب ترک داشت، سینگل ترک داشت، آلبوم نبسته بود. مرسی که تا اینجای کار با من بودید. با لایک کردن این ویدیو میتونید من و تتلو رو حمایت کنید. حالا دوست داشتی بکن، دوست نداشتی لایک نکن، چون انگشتت ممکنه خراب بشه، ممکنه
قنقاریا بگیره، ممکنه بشکنه چون میخوای لایک بزنی، خیلی سخته، کار سختی، درکت میکنم، دوستت دارم، خدا نگهدار.